پیام باید بگم که الان فضای هوایی کاخ سفید الان میبینیم در نقاط مختلف هلیکوپترهای متعددی هستن برای تامین امنیت کاخ سفید. این از این مسئله. و اما کاخ سفید خودش آماده پذیرایی رئیس جمهور آینده جو بایدن و خانوادهش هستش. معمولا خب در چنین روزی رئیس جمهوری که داره دیگه میره کنار در کاخ سفید هست و پذیرای رئیس جمهوری جدید خواهد بود، اما این بار اینطور نیست. همونطور که در ابتدای برنامه گفتی که پرزیدنت ترامپ و بانوی اول ملانیا ترامپ کاخ سفید رو ترک کردن، 8:30 صبح بود و وسایلشون رو هم از هفته پیش شروع کرده بودن جمع‌آوری. از اون به بعد به خاطر این فضای کرونا و با توجه به اینکه پرزیدنت ترامپ خودشون گرفته بودن و چندین و چند عضو کارمندان کاخ سفید به شدت کاخ سفید رو عفونت زدایی کردن، ضد عفونی کردن، شاید حدود مثل که 147,000 دلار خرج این کار شده برای اینکه نمیخوان خب رئیس جمهور جدید در ابتدای کار بیمار بشه. فرش ها همه کاملا اون هم یک مبلغ دیگه حسابی تمیز شدن. و اینجا ضمناً در مقابل کاخ سفید اون ساختاری رو که میذارن برای اینکه رئیس جمهور میاد بعد از اینکه از کنگره اومده اونجا بشینه آماده کردن که برای بعد این رژه میره، که البته خب امسال رژه به یه ترتیب دیگه هستش. و به هر حال فعلا کاخ سفید پیام آرام به نظر میرسه تا اینکه رئیس جمهوری به اینجا برسه.